سلام خدمت دوستان عزیز امیدوارم حالتون خوب باشه و زندگی پر از آرامشی داشته باشید داستان زندگی مو نوشتم چون زندگی خیلی سختی رو گذروندم و خواستم که بنویسمش اسمم حامده متولد 1373 هستم و دو ساله که ازدواج کردم به تازگی صاحب یه دختر به اسم ساحل شدم همسرم ساجده 25 سالشه و با هم دیگه توی دانشگاه آشنا شدیم. بعد از تموم شدن دانشگاه با هم ازدواج کردیم. رشته جفتمون حقوقه و در حال حاضر وکیل هستم. اما همسرم وکالت نخوند و به جاش دوباره دانشگاه رفت و تو رشته روانشناسی تحصیل کرد. وضع مالی خانواده خودم و همسرم خیلی خوبه. اما از بچگی کاملا مستقل بزرگ شدم و هیچ وقت دستم تو جیب پدرم نبوده. البته رفتار پدرم هم تو این مستقلی تاثیر زیادی داشت. برخلاف فکر بقیه پدرم اصلا آدم خسیسی نبود. تازه خیلی هم ولخرج بود. اما پولاش برای دیگران بود تا خانواده خودش. مادر و پدرم همیشه با هم بحث داشتن و بیشتر مواقع از هم دور بودن. این موضوع باعث شده بود که فقط صاحب یه فرزند بشن. البته از مادرم شنیده بودم که قبل از من حامله میشه اما اون شب دعوای شدیدی بین مادر و پدرم پیش میاد و باعث میشه مادرم بر اثر ضربات پای پدرم به شکمش بچه رو بندازه و این علت باعث میشه رحم مادرم مشکل پیدا کنه و به سختی منو باردار میشه پدرم اکثر مواقع بیرون از خونه بود و مدام به مادرم خیانت میکرد مادرم هم فقط قرصای آرام بخش میخورد و تا چندین ساعت به خواب میرفت. وقتی هم که بیدار میشد توهم مردن میزد و بهم هم میگفت که من میمیرم. بچه بودم و برام خیلی سخت بود که وضعیت مادرم اینطوری باشه. حتی چندین بار با قرص میخواست خودشو بکشه که هر بار معدش رو شستوشو دادیم و دوباره حالش خوب میشد. اما باعث شد که معدش مریض بشه. مادرم خیلی وقتا قصد طلاق داشته و تا آخرین روز دادگاه هم میرفته اما تهش پدرم مادرم رو تهدید میکرده که منو ازش میگیره و مادرم به خاطر من دوباره برمیگشته سر خون زندگیش مادر و پدرم غریبه بودن و همسایه همدیگه بودن در اصل خونواده ها همدیگه رو پسند کردن و دختر و پسرشون رو به عقد هم در آوردن هیچ وقت توی خونه هیچ محبتی به هم نمی شد. محبت کردن رو یاد نگرفته بودم و باعث شده بود که اخلاق سرد و خشکی داشته باشم. اما در عوض همسرم اینقدر مهربون و بیریا بود که ناخداگاه ازش یاد می گرفتم و منم محبت می کردم. مادرم همیشه میگفت وقتی خواستی ازدواج کنی با خونواده وصلت کن که پدر و مادرش با همدیگه مهربون باشن. اینطور باعث میشه که بچه هم ازشون یاد بگیر و با محبت و مهربون باشه اما در این مورد شانسی نداشتم و وضعیت آرامش خانواده همسرم از خانواده خودم بدتر بود نه اینکه پدر و مادر همسرم مثل پدرم خیانت کار بودن نه اصلا اینطوری نبود اما از طرف بچه هاشون قصه زیاد میخوردن همسرم خودش سه تا خواهر و برادر داره سه دختر و یه پسر به قول مادر زنم دو تا بچهش خوب شدن و دو تا بچهش خراب شدن برادر زنم صابر بسیار آدم گل و آقاییه مثل همسرش خیلی مهربون و خونگرمه اما در عوض دو تا خواهر همسرم از نظر اخلاق و رفتار صفرن هر دوشون بچه های بزرگن و بعد از اون برادر زنم و همسرم هم که فرزند آخره دو تا خواهرای همسرم هر دو مطلقه هستن و دختر بزرگ محشید سه بار ازدواج کرد و دختر دوم شیدا هم دو بار ازدواج کرده. من به خاطر شرایطی که داشتم اصلا قصد ازدواج نداشتم. همیشه تو ذهنم این بود اگه ازدواج کنم حتما هر روز بحث و دعوا خواهیم داشت. اما اخلاق و منش همسرم به قدری خوب بود که تو دانشگاه عاشقش میشم و سعی کردم برای خودم زندگی بسازم که هم من و هم همسرم با هم خوشبخت بشیم. زمانی که به یک درجه مالی خوبی رسیدم تصمیم گرفتم که طلاق مادرمو بگیرم چون هر روز شاهد آب شدنش بودم اما هر وقت که مطرح می کردم به هم می من تو جوونی طلاق نگرفتم و الان تو پیری طلاق بگیرم که همه برام حرف درست کنن اصلا حرف مردم برام مهم نبود آرامش خانوادم بیشتر برام ارزش داشت. دوست داشتم از این زندونی که توش اسیر بود آزادش کنم و سر این موضوع همیشه پدرم با هم بحث داشت. حتی بعضی وقتها به کتککاری هم کشیده می شد و با پادر میونی مادرم هم از همدیگه جدا می شدیم. تا اینکه من ازدواج میکنم و میرم سر خونه زندگی خودم اما به پیشنهاد همسرم چند روز در هفته مادرمو میآوردم خونه خودم تا روحیش عوض بشه از وقتی که ازدواج کرده بودم اخلاق پدرم عوض شده بود و با خونواده همسرم خیلی ارتباط خوبی برقرار کرده بود خیلی وقتها به خونه دعوتشون میکرد و به مادرم سفارش میکرد که بهترین غذاها رو درست کنه این اخلاق جدید پدرم مورد میل مادرم بود و داشت ازش راضی میشد با اینکه هنوزم محبتی از سمت پدرم نمیدید اما امیدوار بود که داره عوض میشه اما من اصلا به پدرم اعتماد نداشتم و به خودم میگفتم حتما با پدرزنم معامله چیزی انجام داده که اینقدر صمیمی هستن چون پدر زنم تو کار جواهرات بود و پدر خودم هم دو تا شغل داشت یکی ساخت جواهرات و یکی تولید لباس زنانه مادرم خیلی اصرار داشت که تو کارگاه پدرم کار کنم و وقتم و صرف درس خوندن نکنم اما نمیخواستم زیر دین پدرم باشم دوست داشتم خودم موفق بشم چند هفته ای بود که همسرم زیاد خونه ای پدرش میرفت و روزایی هم که نمیرفت مدام با خواهرش حرف میزد و بیشتر مواقع هم با همدیگه بحث داشتن. هر بار که ازش سوال میپرسیدم جریان چیه؟ توضیح کاملی نمیداد. سعی می کرد دست به سرم کنه. منم دیگه بیخیال شدم. وقتی دوست نداشت چیزی از مشکلات خانوادش بگه یعنی به من مربوط نیست و منم دیگه دخالت نکردم. خودم مشکل خانوادگی زیاد داشتم و وقتی برای مشکلات دیگران نداشتم. به اصرار پدرم این دفعه ما خانواده همسرم رو دعوت کردیم و این بار پدرم به جای اینکه با پدرزنم صحبت کنه با خواهر صحبت می کرد. مدام ازشون سالهای مختلف میپرسید و اون دوتا هم خیلی با عشوه جواب پدرم رو میدادن و زمانی که مهمونی تموم شد جفت خواهر زنان پدرم و بغل کردن و قشنگ متوجه شدم که هنگام بغل کردن بدن همدیگه رو فشار میدن. خیلی خجالت کشیده بودم و مدام به پدر زنم نگاه میکردم تا ببینم متوجه شده یا نه. اما انگار برای پدر زنم عادی شده بود که بدون هیچ حرفی از خونه زد بیرون. خوشبختانه مادرم هم متوجه نشده بود وگرنه کلی قصه میخورد. بعد از مهمونی هم من و هم همسرم خیلی تو فکر بودیم اما هیچ کدوم با همدیگه صحبتی نمی کردیم. به خودم می گفتم امکان نداره پدرم با خواهر زنم رابطه برقرار کنه. اما انقدر ذات پدرم در نظرم خراب بود که فوری همه فکرهای مثبت و خط می زدم. دست خودم نبود. نگران بودم. بحث آبرو بود و این موضوع باعث می شد دیگه نتونم تو چشم پدرزنم نگاه کنم. تصمیم گرفتم چند وقتی پدرمو تعقیب کنم. اما اول باید مادرمو از خونه دور می کردم تا اگه موضوعیم پیش اومد مادرم خبردار نشو و دوباره افسرده نشه. به بهونه‌ی بارداری خواهرش فرستادمش همدان تا از خواهرش که پا به ماه بود مراقبت کنه. چند شب پدرمو تعقیب کردم اما هیچ چیز مشکوکی ازش ندیدم. کم کم به این باور رسیدم که در مورد پدرم زیادی فکر خراب می کنم. من تو کودکی یه گهواره چوبی قدیمی اما خیلی شیک و محکم داشتم که مادرم یادگاری نگه داشته بود تا بده به بچه من. اما وقتی از من خبری نمیشه از همدان به هم زنگ میزنه که اون گهواره رو یه جوری بفرستم همدان برای بچه خالم. بعد از اینکه از دفترم خارج شدم به سمت خونمون حرکت کردم و سراغ انباری رفتم. خونه ما ویلایی بود و انبارهای خیلی بزرگی داشتیم که پشت ویلا قرار داشت و هیچ کس بهش دید نداشت. وقتی نزدیک انباری شدم در انباری باز بود. ترسیدم نکنه دزد اومده باشه. چون این ساعت پدرم کارگاه بود و وقتی که رفتم داخل فکر هر چیزی رو می کردم الا رابطه کثیف پدرم به همراه خواهرزنه بزرگم توی انباری تشک انداخته بودن و بسات میوه و قلیون روی سفره چیده بودن و خواهرزنم فقط با یه لباس زیر داشت برای پدرم رقصید. از خشم و عصبانیت شروع به داد زدن کردم و به سمت پدرم حمله کردم و با هم دیگه گلاویز شدیم اما نمیدونم همسرم از کجا خبر داشت که اومد انباری و منو از پدرم جدا کرد متوجه شدم که اون یکی خواهر زنم به همسرم خبر داده و همسرم هم اومده ویلا تا خواهرشو برگردون خونه که متوجه من میشه بعد از اون ماجرا تا چند وقت با همسرم سرسنگین بودم چون اون از اول خبر داشته اما به خاطر اینکه از من و مادرم خجالت میکشیده چیزی به هم نگفته. وقتی که مادرم از همدان برگشت فقط یه جمله بهش گفتم و گفتم که دوباره بهت خیانت کرد و این نامرد واست مرد نمیشه. بیا طلاقتو تو بگیر و با رضایت مادرم خودم وکالتشو قبول کردم و طلاقشو گرفتم. خونه هم به نام مادرم بود و پدرم برای همیشه خونه رو ترک کرد. الان خیلی وقتی که از پدرم خبری ندارم فقط میدونم که هر ماه میره ترکیه و اونجا با خانومی آشنا شده و میخواد باهاش ازدواج کنه برام مهم نبود که میخواد چی کار کنه همین که حال مادرم خوب باشه برام یه دنیا کافیه بعد از طلاقش با همفکری همسرم چند ماه به همراه همسرم و مادرم کل شهرهای ایران رو گشتیم تا حال مادرم عوض بشه اینم از پایان زندگی من دوستان امیدوارم هیچ وقت هیچ فرزندی صاحب همچین پدر یا مادر خیانتکاری نشه در پناه حق باشید